سلسله دروس معاد، جلسه 104، تاریخ 11/9/75، استاد شجاعی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تمثل دیگری از روش کلی عملی از روایتی که جلسه قبل خدمتون عرض کردیم، توضیح دیگری موندن که در یک عنوان دیگر نویسنده محترم حفظه الله تعالی توضیحش رو ادامه میدن. میفرماید که از روایت چنین برمی آید که بعد از این گفتگو این مرحله تمام می شود. کدوم گفتگو؟ بین انسان با مالش و زن و فرزندش و عملش که انجام میشه و چیزهایی که نتایجی که از این گفتگو به دست میاد و با اشراف بیشتر انسان به عالم برزخ و در لحظات آخر، یعنی در لحظاتی که انقطاع کامل از دنیا میخواهد تحقق بیابد و در لحظاتی که انقطاع کامل روح از بدن میخواهد محقق شود، مرحله دیگری پیش میآید. در این مرحله جدید تمثل عمل به نحو دیگری می شود، یعنی عمل کسی که ولی خدا و بنده صالح او است به صورت بسیار زیبا و جذاب و جالبی متمثل می گردد و به عکس عمل دشمن خدا و فرد ناصالح به صورت بسیار بد و نفرت انگیز و اذیت کننده تمثل می یابد. تعبیر فان کان لله ولیان اتاه اطیب الناس اتاه اطیب الناس تا آخر که با کلمه فا شروع شده. ببینید فا ان کان درست شد، یعنی وقتی مرحله صحبت و مکالمه با اون چیزهایی که گفته شد تمام شد، حالا مرحله جدیدی از تمثل اتفاق میفته. طرف صحبتشون میکنه، حالا دوباره تقسیم بندی جدیدی هست به یک تمثل جدیدی که علی علیه السلام باز در یک تقسیم بندی ثانویه ذکر میکنه. میفهمد خب حالا بعد از این صحبتهایی که شد، اگر شخص از اولیاء خدا باشه چه خواهد شد؟ اون شخصی که بهترین چهره رو داره میاد در نزدون. بفهمد که با کلمه فا شروع شده و دلالت بر ترتب میکند، یعنی بعد از اینکه تموم شد فا معمولا زمانی هستش که میخواد مرحله بعدی رو، یه مرحله ذکر شده مرحله بعدی رو میخواد بفهمد. در قرآن هم استعمال زیادی این فا ترتب داره، اتفاقا مواد استعمالش هم در آیات معاد زیاد هستش فا ترتب، و همچنین استینافش هم کلام است. استیناف کلام به خوبی حاکی از این مرحله جدید است. استیناف کلام یعنی که میخواد کلام جدیدی رو بگه، مرحله جدید رو میخواد بیان بکنه، میگن استیناف. در این مرحله جدید مجموع اعمال صالح انسان و بیان دیگر و به بیان دیگر روش عملی صالح به صورت یک انسان بسیار زیبا که دارای رایحه خیلی خوب و نشاط انگیز و انبساط آور و دارای هیکل جذاب و آرام بخشی است در برابر انسان متمثل می گردد. به عکس مجموع اعمال بد انسان و به عبارتی روش عملی ناصالح به صورت یک موجود بسیار نفرت انگیز که دارای بوی خیلی بد و انزجار آور و دارای هیکل عذاب دهنده است در برابر انسان ناصالح متمثل می شود. این تمثل و تجسم که در این مرحله هست، تمثل و تجسم روش عملی کلی هر انسانی است و نه تمثل جزئیات اعمال او که بعد از ورود برزخ، یعنی بعد از ورود کامل به آن عالم تحقق می‌یابد و در روایات دیگر به آن نیز اشاره شده است و بعداً به ذکر آن خواهیم پرداخت. یک کد مهمی رو ایشون دارن میدن به ما، اون این هستش که
بتونیم این آیات رو خوب بفهمیم. میفهمید که یک مرتبه تمسخر تمسخر کلی هستش. چه درس قبلم توضیح دادن که روایت دو دسته هستن. بعضیشون دلالت بر این داره که تمسخر اعمال یک تمسخر کلی هست و بعد خود اعمال تک تک اعمال جزئیات اعمال هم یک تمسخر جزئی هم دارن. میتونه تو مرحله اول که به اصطلاح شخص وارد میشه میفهمید که این تمثل کلی که به صورت یک انسان بسیار جذاب و زیبا با یک هیکل بسیار متناسب و خوب میشه برای شخص، این یک تمثل کلی هست. بعد چی هستش؟ بعد جزء اعمال او هم یک تمثلی دارند. کما که شما هم شاید در به اصطلاح خواب خودتون یا کسای دیگر رو دیده باشید، یا اونهایی که اهل دیدن هستن دیدن یا میبینن که خودشون رو وقتی نگاه میکنن، یعنی مجموع شاکه در وقتی نگاه میکنی در حالی که شخص داره، این مجموع شاکه رو یه دفعه میبینی به صورت یک انسان میبینید شما، که مثلا این انسان فرض بفرمایید که چهره انسانه، بعد دندوناش مثلا دندونای یک حیوان درنده است، بعد فرض بفرمایید که دستاش دستای فرد بفرمایید گرگ هستش، بعد نمیدونم دومش یه چیز دیگه است، دوم داره اولا و دومش چیز دیگری هستش، پاهاش یه جور دیگه هستش، یه حیوان مرکبی که شاید در بیرون وجود خارجی هم نداشته باشه. یعنی شما در یک هیکل میبینید، در یک هیکل تمثل کل شاکله‌ای که داره، مجموع اخلاق اون اینطور ظهور میکنه. در جلد یک خیالتون هستش خدمتون عرض کردن که اون چه که تمثل پیدا میکنه در برزخ برای انسان و اون چه که تعیین کننده است روش کلی انسان ها هستش و نه روش های جزئی. یعنی کسی که یک روش کلی بر روحش حاکم باشه، روش کلی که این شخص به طور کلی چه جور آدمی هستش، نه که مثلا یه آدم خیلی بدی باشه با اعمال بد با اخلاق بد، حالا چهار تا کار خوبم تو طول عمرش کرد، این ممکن است اونجا هیچ نحوه ظهوری نداشته باشه، بلکه اون چیزی که مهم هست و ظاهر میشه تمثل چیه؟ تمثل کلی هست، یعنی به طور کلی شخصیت کلی شخص، مجموع جمع‌بندی اون چیزی که این چند سال انجام داده و بر روح او و بر شاکله او حاکم هست، او ظهور پیدا میکنه. نه اینکه اون چند تا کار خوبی که کرده هیچ حسابی نداره. دقت بکنید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. حالا ولی اونی که غالب هست، شخصیت شخص رو میسازه و حاکم به شخص هست، شاکله واقعی او هست، او تعیین کننده هستش. جمله فیقول و ابشر به روح من الله و ریحان و جنت النعیم قد قدمت خیر مقدمن به معنی و میگوید بشارت باد بر تو روح و ریحان و نعمت و رحمت و بهشت نعیم، می آیی و خوش می آیی، که از زبان همان انسان زیبا و همان صورت مثالی عمل صالح است حکایت از این امر می کند که تمثل عمل صالح یا صورت مثالی آن علاوه بر اینکه یک صورت زیبا و آرام بخش است، حامل بشارت برای انسان نیز بوده و در چنین مقامی که انسان واقعا مضطرب است به او بشارت آینده نیکو و روح و ریحان و رحمت الهی را می‌دهد و این به لحاظ موقعیت خاصی که انسان در آن قرار گرفته بسیار نعمت بزرگی است. یعنی جای جدید. شما حالا حتما براتون بارها پیش اومده که مثلا در یک مسافرتی که شما میرید، مسافرت اینجوری است، انسان حالتهای خیلی متفاوتی داره. مثلا در روایت داریم فرض بفرمایید که شخصی که از در وارد میشه توی جمع، کی به کی سلام بکنه؟ مثلا پیاده به سواره سلام بکنه یا سواره به پیاده سلام کنه، رهگذر به نشسته، نشسته به رهگذر. خیلی دقیق هست این حالت روانی. در مورد شخصی که وارد میشه، میگه این تو جمع وارد میشه، با اینکه همه دوستشن، همیشه هم اینا رو میبینه، اما یه وحشتی، اتفاقا همین کلمه وحشت هم به کار برده شده با چه ظرافتی، یه وحشتی در وارد هستش. یعنی شخص وقتی وارد میشه توی جمع، یه دفعه مثلا 40 تا چش نگاهش میکنه، یه جوریش میشه. یعنی اینم رعایت شده تو روایت. برای همین میگن جمع سلام کنه به او، نه او جمع به سلام بکنه به جمع. جمع ترس او رو چیکار کنه؟ بگیره، همچی خوش برخورد باش باشن، مثلا اگه قابل احترام هست به احترامش بلند شن، به ایستن جا برش باز کنن که او چی بشه دفعه؟
زود سکینه بهش غلبه پیدا بکنه و توی جمع آرام بشه و استقرار پیدا بکنه. خیلی مهم است از نظر روانی. حالا شما نکنید اسلام حتی این رو هم در نظر گرفته، این مقدار وحشتی که انسان در میون دوستانش، دوستانی که سالها داره باهاش زندگی میکنه وارد میشه داره و اینها یه وظیفه‌ای دارن برای برخورد با او. حالا نکنید خداوند میفرماید شما برادران مؤمنتون رو، دوستان مؤمنتون رو از در که وارد میشن شما سلام بکنید، به احترامشون بایستید، جا بهشون بدید که این استراب نگیرش. یعنی خدا این مقدار هم برای مؤمن کراهت داره که اتفاق بیفته برای مؤمن. ببینید خودش چیکار میکنه، خودش وقتی مؤمن میخواد از دنیا بره چجوری به استقبال میاد. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که این استقبال میاد به قبل از ورودش برزخ، یعنی فرشته ها و اونهایی که قرار مژده و بشارت بدن از تو دنیا این بشارت و همراهی شروع میکنن و با خیر مقدم گفتن میبرنش وارد برزخش میکنن که این هیچ نوع استراب و ترسی نداشته باشه، یک سکینه و یک آرامش داشته باشه. خودش میفهمد این نعمت بزرگی. شاید شما تجربه عرض کردم سفرها زیاد کردید، توی سفر جای غریب که انسان میره خیلی سخت است، غریبی اصلا کلا آدم رو یه بده اذیت میکنه توی سفری که انسان وارد میشه. ولی وقتی میبینید که توی جای غریب میان به استقبال سلام علیکم، حتی غریب هم که باشه ها، حتی جای غریب کشور غریبی هم باشه میان به استقبال با گرمای از استقبال میکنن برات میدن میبرنت، میبینید که هیچ احساس و ناراحتی به دست نمیده با اینکه جای غریبی وارد شده. چرا؟ چون استقبال شروع اصلا فرصت نشد تا تو بخوای، هنوز گرد غریبی نشسته روی وجود تو، گرمای محبت دوستان و استقبال و شیرینی استقبال اونها تو رو به خودش جذب میکنه و مانع میشه که اصلا اون گرد بنشینه به روح تو. واقعا نعمت بزرگیست برای انسان. اینم قیمتایی آدم میپردازه ها، قیمتایی که آدم میپردازه. این موقع تو دنیا انسان مشکلات سختی‌های زیادی تحمل باید بکنه، ولی اگر با توجه باشه که یه جایی اینا به کارش میاد، این سختی ها یه جایی به کارش میاد، ذره ذره خدایی که انقدر ظریف هست و لطیف هست که کراهت داره که بنده مؤمنش وقتی توی جمع مؤمن دیگه وارد میشن یه ذره برای یک ثانیه، دو ثانیه، چند ثانیه بعد آدم میشینه تموم میشه دیگه، حتی این چند ثانیه هم خدا کراهت داره که بنده اذیت بشه، سختی بکشه. خدایی که اینجوری هست ببینید برای مؤمن چه کار خواهد کرد. بعد حالا اگر دنیا استحقاق اینو نداشته باشه که نداره، واقعا استحقاق اینو نداشته باشه که خدا به مؤمن اون اکرام لازم رو بکنه، ببینید که خداوند چه ذخیره کرده برای برزخ او که چگونه جبران کنه. اصلا بعضی جا داره خداوند معذرت خواهی میکنه اصلا از بندش، خداوند تبارک و تعالی معذرت خواهی میکنه از بندش، میگه من معذرت میخوام که تو دنیا اذیت شدی، فشار بهت اومد، جبران میکنه به قول معروف قول خودمون سنگی تموم میذاره که این از دلش درات اون فشارهایی که بهش آمده، اون سختیهایی که کشیده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و تمام شیرینی رابطه انسان با خدا توی همین هستش که انسان در زندگی دنیاییش به خاطر خدا تحمل بکنه خیلی چیزا رو، تمامش تو اینها تحمل بکنه، تمامش در فشار به ناخود هستش، اذیت کردن ناخود هستش، تمامش تو این هستش. انسان به خاطر خدا خیلی تو جبههای مختلف این در روایت داریم که المؤمن بین خمسه شدائد، المؤمن بین پنج شدت هستش. به چند جبهه مؤمن درگیر هستش؟ اولین جبهه دوستان مؤمنی هستن که اذیت میکنن او رو، حسود هستن، نه در جبهه داخلی و در جبهه اهل ایمان هم در جبهه حزب الله ها هم باز میبینه که تیری به سمت انسان پرتاب میشه، اذیت های انسان میشه و این جدا از تلخ ترین تیرهای هستش به سمت انسان توسط دوستان و برادران دینی و مؤمنین حسود و متدینین مقدس شلیک میشه، خیلی تیر زهرآگینی هستش. بعد حال ترتیب منطقیش رو من یادم رفته این ترتیب رو، روایت مانده خیلی سال پیش خوندم براتون در بحث بلا. یکیش شیطان هستش، در درگیری با شیطان، شیطان خیلی اذیت میکنه خدمتون سامره کنم مثلا. عرض کردم
زیاد اذیت میکنه مؤمن رو، زیاد سراغش میاد. حتی در آیه قرآن داریم که مؤمن رو غمگین میکنه، میاد انقدر نزوا میکنه، عصبانی میکنه مؤمن رو، غمگین میکنه مؤمن رو، ناراحتش میکنه، عصبانیش میکنه، خیلی فشار میاره. یه جبهه ای هست اونجا، گاهی وقتا خب آلودش هم میتونه بکنه، زمینش میزنه. یه کشتی هست دائم بین انسان و مؤمن، بین انسان و شیطان، یه کشتی دائم هستش. تو این جبهه هم میبینید که مؤمن تو فشار هستش، اذیت هست، گاهی وقتا زیر پاشو شل میکنه، خالی میکنه، گاهی وقتا پشت پا بهش میزنه، گاهی وقتا خودعه بهش میکنه، کولش میزنه، اذیتش میکنه، به بنبست میرسونه، چا میکنه، کلی به آب نمیرسه، عصبانی میشه، ناراحت میشه. این کارهایی که شیطان در سر مؤمن در میاره که اینا بخش مهمی هستش از مسائل معنوی که باید واقعا توی این مسئله کار بشه، یه کار جدی و حسابی بشه. ترفندهایی که اون کلی اونایی که ما خدمتشون عرض کردیم، حتی در درس معرفت با اینکه تقسیم بندی 12 گانه ای داشت، ولی او باز هم در اون تقسیم بندی 12 گانه ما کلیگویی کردیم، هنوز خیلی وارد جزئیات نشدیم. بعد فرمول‌هایی داره در همین در خود آیات قرآن و در روایات که انسان تشخیص بده، اینا خیلی مهم هستش. گاهی وقتا شیطان اونقدر موذیانه عمل میکنه که اذیت خودش رو و زهر خودش رو به اسم خدا به کام انسان میریزه، یعنی میگه که این رو بنوش، این از طرف خداست. دقت میکنی؟ یه چیزی رو غالب میکنه به انسان، انسان فکر میکنه که واقعا چیز خوبی هستش. بعد دقت بشه، یه جبهه دیگهش منافقین هستن، منافقی که بغض انسان رو داره و اذیت های میکنه انسان. کفار هستن جبهه دیگه که باز مؤمن یه اذیت و آزاری از ناحیه اونها میشه. یه دشمن خیلی خطرناک نفس خوده و نفس یونازه، او نفسی که دائما با مؤمن در منازعه هست، هی در درون رو اذیت میکنه، فشار میاره بهش، خلاصه اذیت میکنه، عصبانی میکنه، غمگین میکنه اون رو. ببینید که مؤمن چقدر فشار باید تو چه جبهه هایی بجنگه. نه به اصطلاح حالا هر کدوم اینها محصولاتی داره، هر کدوم اینها محصولاتی داره که به صورت های مختلفی جلوه میکنه. مثلا جنگ کفار، نبرد کفار با مؤمنین به صورت های فرض بفرمایید اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بعض وقتا ظهور پیدا میکنه و این ظهور اذیت میکنه انسان، اذیت میکنه. به عکس جمله ابشر به نزول من حمیم و تسلیت جهیم به معنی مژده با تو را آنچه از قبل برای تو از آبهای داغ و سوزاننده آماده شده و نیز آتش جهیم که از زبان همون موجود نفرت انگیز و همون صورت مثالی عمل ناصالح هست، حکایت از این میکند که تمثل عمل بد یا صورت مثالی آن علاوه بر این که یک صورت نفرت انگیز و عذاب دهنده است، حامل مژده بد برای انسان ناصالح نیز بوده و در چنین وقتی که او واقعا در سختی و فشار است، به او مژده آینده وحشتناکتر و عذابهای دردآور و آتش جهنم را که خیلی نزدیک و بعد از ورود کامل به برزخ است می‌دهند و این به لحاظ موقعیت خاصی است که انسان ناصالح در آن قرار گرفته و بسیار کوبنده است. از روایات چنین برمی‌آید که هم انسان صالح و هم انسان ناصالح در مقام مواجه شدن با صورت مثالی عمل خیش در این مرحله ابتدا آن را نمی‌شناسند و هر دو سوال می‌کنند که تو کی هستی. یعنی چی؟ یعنی که وارد یک نظام زیستی جدید شده، در نظام زیستی جدید غریب هست برای او، قانون، مقررات، ظهورات غریب هست برای او. وقتی وارد میشه کاکی از ناشناخته بودن اونجا هستش. دیدم که قرآن فرمود ما تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون، یعنی هیچ، حالا غیر قرت اعیون هم همینطور هستش، یعنی انسان نمیفهمه. درک ما از برزخ مثل درک چی هستش؟ مثل درک جنین هستش از بیرون از رحم مادرش. درک ما همین مقدار هستش، ما واقعا نمیدونیم اون طرف چه خبر هستش. هر
هر دو سوال میکنند که تو کی هستی و آن نیز خود را معرفی میکند و میگوید انا عملک الصالح یا انا عملک، و این خود حاکی از این است که صورت تمثل یافته عمل و یا صورت مثالی آن که در این مرحله انسان با آن مواجه میشود برای انسان در برخورد اول کاملا تازگی داشته و ناشناخته است. چنین چیزی تا به حال نبوده و چیزی نه تنها تازه و بلکه چیز تعجب آوری است. حالا در بحث بعد توضیح خواهند داد. صلوات خواهد بفرمید. مسئله تبدیل یک موجود به صور مختلف و جلسات قبل هم خدمتون عرض کردم، ما در رفتارهامون هم این رو احساس میکنیم. اونهایی که قدرت بیان دارن، نه اینکه هیچ کس احساس نکنه، همه این رو احساس میکنن، همه، حتی یک کسی که در ساده ترین شکل زندگی در یک مثلا صحرا زندگی میکنه، در یک جنگل زندگی میکنه، ظهور اعمال و اخلاق رو در درون خودش احساس میکنه. ولی این که قدرت بیان نداره، اونهایی که قدرت بیان دارن میتونن شکل بدن به حالتهایی که به صلاح اعمال انسانها و افکار اونها ایجاد میکنن. بهترین اینها شعرا هستن، شعرا و نویسندگان و ادبا کسایی هستن که از ظرافت قلم و ظرافت طبع برخوردار هستن، میتونن چیکار کنن؟ میتونن شکل بدن به این حالت. میگه طرف داشت با من صحبت میکرد، صحبتهای اون مثل پتک تو سر من کوبیده میشد. ببینید، یعنی یه ظهور داره اون، این ظهورش اینجوری هستش، این وقتی داره این صحبت رو میشنوه اینقدر فشار احساس میکنه که هر بار چیه؟ هر بار که این یه کلم از دهانش خارج میشد شخص احساس میکرد که یه پتک تو سرش میکنه. حالا ما مثلا این کلیگویی میکنیم، میگیم صحبتاش مثل پتک بود، صحبتاش خیلی سوزاننده بود. در روایت هم تعبیر آمده، طعن اللسان داریم دیگه، که طعن زبان از طعن نیزه تیزتر هستش، دردآورتر هستش. ما میگیم که یه حرفای زد که جیگرم سوخت. ببینید، واقعا جیگر که نسوخته، این چی میگه انسان میگه جیگرم سوخت؟ دقت بکنید، حرف دیگه کلام است ما میشنمیم، ولی چطور میشه؟ معنیش اثر کجاست؟ شنیدن این توی ما یه جایگاه خاصی داره، با شنیدن این چنان وجد و شور و نشاط به ما دست میده یا چنان وحشت و ترس و تنفر ایجاد میشه که اصلا نمیخوایم شخص رو ببینیم، میخوایم زودتر نشنیم، میخوایم زودتر از اون مجلس بریم بیرون. بعد شعرا و ادبا میان چیکار میکنن؟ اینها رو در یک قالب‌های زیباتری بیان میکنن. وقتی شما شعر که میخونید ببینید که بسیاری از حالتهای روانی رو میان به شکل داد، اصلا چنان تو قالب شعر میاره که شما تجسم میکنید، خوب تجسم میکنید. کار شاعر همین هست، چی که از کارهای مهم شاعر هست این قدرت رو داره و بتونه معقولات رو چیکار کنه؟ تشبیه به محسوسات بکنه برای ما. ادبا همین کار رو میکنن برای ما. در قرآن ما زیاد داریم، زیاد استفاده شده از تمثیل. در روایات الا ما شاء الله ما داریم، در ادعیه هم که خیلی هستش، خیلی، یعنی حالت های خدایا ابر رحمتت رو دقت بکن، ابر رحمتت رو مثلا بالای سر ما بگستر، یا باران رحمتت رو. ببینید چجوری هست، تشبیه به باران. ما خلاصه زیاد داریم اینا رو در ادبی، همه انسان ها اینو میفهمن، همه انسان ها این رو درک میکنن. ممکن است که در یه بچه کوچیک شما مثلا بهش یه چیزی از دستش بگیرید، چیزی که مال خودش هست، ممکن است زبان نداشته باشه به شما حرف بزنه، ولی نگاهش حاکی از نوع تأثیری هستش که از عمل شما پذیرفته. همینطور هستش. این در میونه در حوزه روابط هستش، در حوزه روابط هستش. در شرایط زیستی برزخ قضیه طور دیگری است، یعنی شبیه به همین چیزی هستی ما در مقام محاورات روزمره بین خودمون میگیم. یه دفعه مثلا میبینیم که یه چهره زیبا مثلا به سراغ ما آمد، یا نعوذ بالله چهره زشت به سراغ ما آمد، میپرسیم شما کی هستی؟ بگی من خودت هستم، من عملت هستم.
قبلا توضیح دادیم که عملت یعنی چی؟ یعنی خودت. بعدا هم بیشتر توضیح خواهیم داد. یعنی انسان خودش رو اونجا میبینه، به اون شکل میبینه، خودش رو اونجا به اون شکل میبینه. در حوزه روابط باز این مسئله نحوه دیگری داره. شما مثلا یه نفر رو میبینید که توضیح دادم تو بحث جلد یک معرفت در اثبات تجرد نفس داشتیم، مثال های زیادی میزنیم، میگفتیم شما از یه نفر مدت ها بدت میاد، مثلا وقتی میبینیش خوشت نمیاد ازش، سال هم فراری هستی ازش، بعد یه دفعه خوشت میاد در اثر مثلا یه شیرین کاری هایی که شخص میکنه، اکرام و خوبی که میکنه، میبینی چهره وحشتناکی که تو از او همیشه داشتی بدت میومد، متنفه بودی، رفع عوض میشه. یه شخصی که ازش فراری بودی بدت میومد ازش، شراحت داشتی از برخورد با او، میشه خوشت میاد ازش. چهره او یه چهره چی میشه؟ چهره دلنشین میشه، یه چهره دوست داشتنی میشه. یعنی شما بعدم شخص میگه تو یا مثلا توی عاشق و معشوق نما کنید، ممکن هستش که به سبب دختر یا پسری که انسان دوستش داره، یه دختر پسر دوست داره، پسر دختر دوست داره، از نظر ظاهری هیچ چنگی به دل نزنه، ولی برای معشوق خیلی زیبا هستش. برای معشوق فقط همون چهره هست که دوست داشتنی هست، همون هست انسان میپسندش، دوستش داره، اون صورت رو دوست داره. یا یه نفر در حق شما ظلم کرده، خیلی بدت میاد ازش، بعد یه دفعه آشتی میکنی باهاش، میبینی یا خوب جبران میکنه، به نحو بهتر جبران میکنه، میبینی که چهرهش برگشت اصلا، همون چهره از ظاهری همه یه جور میبینن، ولی شما یه جور دیگری میبینید چهره رو، شما یه ظهور دیگری برای او قائل هستی. یا واقعا شخص خیلی چهره وجیه و زیبایی هم داره، ظاهرا خیلی هم خوب هستش، ولی تو خیلی زشت اون رو میبینی، خیلی زشت میبینی شخص رو. ترسیم که میکنی رو چجور ترسیم میکنی؟ در اشعار هستش دیگه، مثلا مثل چی؟ مثل دیو مثلا ترسیمش میکنی شخص. یه قیافه معمولی ممکن داشته باشه، چه بسا قیافش هم زیبا باشه، ولی شما به صورت دیو رو ترسیم میکنی، ولت میاد، متنفری ازش. چه چیزی این قیافه زشت رو در جلوی چشم شما متجسم میکنه؟ شما نمیتونی از این چهره زیبا به عنوان چهره زیبا لذت ببری، بهره ببری. ها یعنی اون شاکله او تأثیر رو چهره میذاره، اینطوری هست. در روابط زناشویی مثلا شما نها کنید، دو تا برخورد متضاد رو ما داریم. یه پسری میخواد مثلا با یه دختر آشنا میشه، صرفا تحت جاذبه قیافه او قرار میگیره، زیبایی او. ما در ادبیات و تاریخ، چه در تاریخ ملی خود بود و چه در تاریخ بیگانگان، الا ماشاءالله داریم، بهش بده فیلم هم زیاد ساخته شده، که شخص در نگاه اول چی میگیرش؟ چهره میگیره، چنان این چهره رو میگیره که این دیگه فقط طالب وصال هست، به هیچ چیز دیگری، نه به سنخیت فکر میکنه و نه به هیچ چیز، یعنی نه سنخیت ظاهری و نه سنخیت های اعتباری اجتماعی و نه سنخیت های روحی، فقط چی میخواد؟ وصال میخواد، تا زمانی که وصال حاصل میشه. بعد از این مدت زندگی میبینی که شخص واقعا خب مثلا این همونی هستش که تو با یک نگاه عاشق شدی. کسای دیگه اگه این رو ببینن یا اگه دیده باشن حتما دوستش دارن، حتما خوششون میاد اگر این رو ببینن، ولی شما میبینی که چنان از رفتار و اخلاق و تنفر پیدا کردی که هیچ وقت زیبایی او نمیتونه باعث بشه که تو از جرم، جنایت، گناه، بی اخلاقی، بی ادبی او بگذری. مثلا زنش به قول امروزی ها مثل ماه شب چهارده، مثل چی؟ مثل چی؟ مثل پنجه آفتاب، نمیدونم این تعبیر هایی که هستش، به تعبیر امام صادق مثل حور بهشتی، ولی میبینی که دائم متنفر است از این زن،
میزنه، کتکش میزنه، دعوا دارن با هم دیگه، جر و بحث دارن توی خونه، آخر میاد طلاقش میده. چرا؟ چون این اون زیبایی دیگه، اون زیبایی که همه با دیدن اون طالب وصال هستن، حاضرن همه امتیازاتم بدن، حتی دینو بدن، دینشون رو بدن. تعبیرات شعر خیلی، اونهایی که شعرهای عشقی هست خیلی عجیب هستش. بعضی خب در مورد معشوق حقیقی گفتن مهر خوبان دل و دین یک سر از یاد ببرد. حالا این کاری نداره، ولی در تعابیری که واقعا عشقی هستش هم اینجوری هست، شخص دین و دل و نمیدونم همه چیز رو یه جا میده، همه چیز رو یک جا میده. ببینید چه تعابیری داره برای معشوق. کسی حاضر بود همه چیز رو داده بود، الان میبینید که نه، الان میبینید که انقدر متنفر است از این چهره. این نشون دهنده است که شخص اون شاکلش توی چهره تاثیر داره، نمیتونه بذاره که اون چهره که با اینکه واقعا و حقیقتا زیباست، زیبا برای او به نظر بیاد. تمثل پیدا میکنه برای شما، یه تمثل فقط کی درکش میکنه؟ فقط خود شما درکش میکنید، تمثل خود شما میفهمید این کی است و اونجوری تمثل دارید ازش. بقیه اونجوری نیست، ممکن هزار تا کشته مرده داشته باشون، ولی شما اینجوری نیست، شما شدیداً متنفر هستید و یه تمثل فقط برای شخص شما داره. این به عنوان تقریب به ذهن خدمتتون عرض کردم. تمثل روش کلی عملی تعجب آور است. آیا روش عملی صالح که در وجود یک انسان صالح و در باطن او و در درون او وجود داشته و یک خصوصیت درونی و روحی برای او در زندگی دنیوی بوده و در حرکات ظاهر او جلوه‌گر می شده و یا یک خصوصیت درونی توأم با یک سلسله حرکات ظاهری بوده، در پشت حجاب‌های صورت ناشناخته‌ای داشته است؟ این اون صورت عملی پشت حجاب‌های صورتی داشته که ناشناخته بوده که شخص وقتی می‌بینه تعجب می‌کنه. و آیا روش عملی صالح در بعضی شرایط تحت احکام و سنن خاصی به یک صورت بسیار زیبا و جذاب در می‌آمده؟ این زیر کلمه احکام و سنن خاص رو خط بکشید. آیا روش بعد عملی که در وجود یک فرد ناصالح و در باطن او و در درون او وجود داشته و یک خصوصیت درونی و روحی در زندگی دنیوی بوده و در حرکات ظاهری او جلوه‌گر می شده و یا یک خصوصیت درونی توأم با یک سلسله حرکات ظاهری بوده، در پشت پرده صورت تحیر آوری داشته است؟ و آیا روش بد عملی در بعضی شرایط مقتضای احکام و سنن به خصوصی به یک صورت بسیار نفرت انگیز و اذیت کننده می آمده؟ آیا جزای روش صالح و ناصالح عملی در مرحله اشراف به برزخ این چنین آنچنان بوده؟ و آیا روش صالح و ناصالح عملی به چنین صورت و چنان صورتی می آمده؟ این تناسب چگونه تناسبی است؟ و آیا روش ها با این صورت ها چه تناسبی دارد؟ این چطور میشه؟ ما حالا فرض بفرمایید که خب در روایت ما و در آیات مملو فرضش از این معادل های برزخی و قیامتی اعمال و رفتار ما. مثلا غیبت رو اونطور معادل گیری کرده که شخص داره چیکار میکنه؟ گوشت برادر مؤمنش رو میخوره در حالی که مرده. این تمثل برزخیش رو داره بیان میکنه دیگه برای ما، یا تمثل اخرویش رو بگیم در این مثل. یا بفهمد شما وقتی نگاهتون به نامحرم میفته، چهره نامحرمی که مثلا زیبا هستش، به خاطر خدا سرتون رو برمیگردونید یا به آسمان میگیرید یا به زمین میاندازید که نبینید اونجا خداوند. این معادل با یک حوری بهشتی هستش، یا تسبیح درخت هستش، یا چه و چه و چه. بفهمد بین اینا چه تناسب هایی وجود داره. اینها سوالاتی است که برای انسان ها به هنگام مواجه شدن با تمثل خوب یا بد روش عملی خود در حال اشراف به برزخ پیش می آید، به طوری که این سوال های توأم با تعجب و تحیر در مرحله اشراف به برزخ برای انسان ها هست. همینطور در اینجا نیز برای ما انسان ها این چنین سوال ها و تعجب ها و تحیر ها وجود دارد. شاید ما نیز سوال تو هم با تعجب داشته باشیم و بگوییم آیا روش عملی انسان به عنوان یک خصوصیت درونی و روحی جلوه‌گر در حرکات ظاهری و یا توأم با حرکات ظاهری می شود به صورت یک انسان زیبا و یا به صورت یک موجود نفرت انگیز متمثل گردد؟ و اگر چنین چیزی هست، تناسب بین روش عملی و بین صورت زیبا یا نفرت انگیزی که روش عملی بدان صورت در می آید چیست؟
در آنجا و در آن مرحله شاید این تناسب برای انسان‌ها و یا برای بعضی از آنها معلوم و روشن گردد و شاید آنچنان که باید معلوم و روشن نگردد. اما برای ما انسان‌ها این تناسب به این صورت حل گشته و تعجب ما را برطرف می‌کند که تنها این مورد نیست که ما تناسب را نمی‌فهمیم و نمی‌یابیم، بلکه در همه جای این عالم مشهود مادی که همیشه با آن روبرو هستیم به چنین چیزی برخورد می‌کنیم و در موارد بیشماری تناسب‌ها برای ما معلوم نیست. یعنی اگر به صورت مکرر نمی‌دیدیم مسلماً بعید میشه مردیم و تعجب مینمودیم و مشاهده مکرر عینی در این موارد موجب این شده که استبعاد و تعجب ما از میان رفته است. نه اینکه تناسب ها را فهمیده باشیم و مسئله از ریشه برای ما حل شده باشد. در معرفت اینو مفصل توضیح دادم که چی هستش، که ما باید نگاه عادی رو بگیریم. نگاه عادی دشمن انسان است. اگر انسان به طور عادی نگاه نکنه به اشیا، همون تعجب ها و همون عدم درک تناسب ها باز به سراغش میاد، که خیلی هم مفید هست این حالت براش، خیلی هم براش مفید هستش این حالت. مثلا اگر فرض بفرمایید به طور مثال از مردم 200 سال پیش خبر از سفر با هواپیما میدادید، براش تعجب آور بود. چرا؟ چون نداشتن باش همچین چیزی، ندیده بودن، خو نگرفته بودن، عادت نداشتن، الان دارن میبینن این رو. دفعه اولشون از میخوام ببینن و خب این تعجب آور هستش. اما ما که از چشم باز کردیم، مثلا توی دنیای باز کردیم که این چیزا عادی بوده، تو کودکی همیشه نگاهمون به بالا آسمون بود، ببینیم یه چیزایی داره پرواز میکنه، عادت شده برای ما، تعجب دیگه نمیکنیم. خیلی چیزهای دیگه هستش. شما هزاران پدیده از پدیده های جهان امروز رو اگر به 100 سال پیش یا 200 سال پیش ببرید، تعجب و حیرت سراسر وجود مردم اون زمان رو خواهد گرفت. میفهمد که فقط این نیست که ما میفهمیم، نه یه قیافه فهیمان و عالمان رو به خودمون بگیر بگیم که این نسبت رو من نمیفهمم چجوری هست. بابا ما خیلی چیزای دیگه هم نمیفهمیم. حتی نیروهایی هم که ما استخدام کردیم با دانش تجربیمون صرفا یک چسب اطلاع هست، نه اینکه فهم جزئیاتش هستش. مثلا مکانیزم جاذبه چیه؟ ما چه میدونیم جاذبه چی هستش؟ بیایم تعریفش بکنیم. ما فقط میدونیم همچین چیزی هست و اینو استخدام میکنیم، میگیم که حالا که همچین چیزی هست براش قانون درست میکنیم، ابزاری درست میکنیم که بتونیم رابطمون رو با این قانون جاذبه چیکار بکنیم، تنظیم بکنیم. اما واقعا مکانیزم جاذبه چی هستش؟ چه میدونیم چی هستش؟ یه فرضیه هم میدن مثلا 100 سال حکومت میکنه به اندیشه ما، بعد از 100 سال یه دانشمند دیگه میاد این فرضیه رو از بین میبره، مثل هزاران فرضیه در مکانیک، در مثلثات، حتی در ریاضیات که یقین ترین علوم هست، شما میبینید که باز اشتباه صورت گرفته. در زیست شناسی، در نمیدونم فضا شناسی، در نمیدونم علوم دیگه مختلف، 100 سال، 200 سال، چند صد سال آماده فرضیه به که شخص ادعا کرده و فهمیدم این مکانیزم هستش، ادعا کرده، اون موقع هم ذهنها رو به اصطلاح مجاب میشه، همم قبول کردن، بعدم بعد چند ساعت رو فهمیدن اصلا اون نیست. شما الان برگرد به نجوم قدیم ببینید که اصلا همش بافته است، شعر بوده همش، نجوم قدیم، هیئت قدیم همینطور استش. خیلی چیزهای دیگه هستش. به فیزیک قدیم برگردونید که باطل، روانشناسی که الان مثلا شما، روانشناسی که دیگه علم جدیدی هستش، روانشناسی تجربی رو دارم عرض میکنم خدمتتون، یه علم جدیدی هست، سابقه 100 ساله داره دیگه. شما الان نگاه کنید دانشمندای امروز اکثر مکاتب مثلا توی 100 سال پیش رو یا شروعش رو غالبا قبول ندارم، میگن اون روش‌های کهنه و قدیم بوده که اصلا کاربرد نداشته، یقین آور من بوده در روانشناسی برای ما. بعد میگه که سالهای سال حکومت می‌کرده مثلا این علوم و دانشمندان این علوم. خیلی چیزا از ما توی دنیا نمی‌فهمیم. ما فقط می‌دونیم که اگر یه شرایطی حاصل کنیم همچین نور روشن خواهد شد. اما چرا این نور روشن میشه و برای ما روشنایی میده؟ نمیدونیم. ما میدونیم در طبیعت همچین قوایی وجود داره که اگر ما باهاش یه رابطه‌ای برقرار کنیم میتونیم اونها رو استخدام بکنیم، میتونیم استخدام بکنیم این برق رو تولید بکنیم. اما چرا این همچین برق تولید میشه؟ چه رابطه‌ای بین این حرکات و این روشنایی هست؟ هنوز هم کشف شده نیست برای ما. میلیون‌ها قانون هست در طبیعت، در همین طبیعت، که جزئیاتش و تناسبش رو بشر نفهمیده.
که این یکی یه مسئله هستی که مربوط به برزخ هست، توش یک جهان جدیدی، یک دنیای جدیدی با شرایط زیستی جدید و مسئله از ریشه برای ما حل شده باشد. و همین عدم استبعاد و تعجب نکردن بر اثر مشاهده مکرر احیانا ما را به اشتباه انداخته و فکر میکنیم که مسئله از ریشه برای ما معلوم گشته و تناسبها برای ما روشن شده است، در صورتی که این فکر جز یک پندار و جز به اشتباه افتادن چیز دیگری نیست. در مسائل اخلاقی و معنوی من یه نکته ظریفی رو به دوستان بدم، یه نکته خیلی ظریف، توجه بهش بکنم. یه صلوات خط بفرمید. در مبتدی ها، کسایی که مبتدی هستن تا سالهای سال، میبینید که یک آتش عجیبی برای فهم مسائل دینی، رمز و رازهای مسائل معنوی هستش. وقتی بهش میگه قرآن بخون، خب بیا قرآن چند دور دوره کرد، تفسیرم مثلا تفسیر فلان خوندم، یا میگه مثلا کتاب اخلاق بخون، حدیث بخون، ادعیه رو نگاه کن، دنبال یه معلم میگرده، یه دانشمند میگرده براش حرف بزنه، این فکر میکنه که معلم یا استاد یه چیز جدیدی داره. یعنی میشه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیه السلام نگفته باشن اون چیزی برای حیات ما لازم هست، ظرافت ها رو بیان نکرده باشن. خود ما باقر اسلام میفرماید شرق و غرب عالم رو بگردید، هیچ علم صحیح و درستی رو پیدا نمی‌کنید مگر که بیشش به ما برمیگرده، الا من عندنا اهل البت، از نزد ما هستش. این مشکل. بعد مثلا میریم پای درس، کلی هم تلاش میکنیم، مثلا میریم یه ولی خدا رو میبینیم، حالا با چقدر دردسر و مثلا به خدمتش برسیم، یعنی نیم ساعت وقت بگیریم، 10 دقیقه وقت بگیریم، میریم میشینیم پیشش، میگیم که خب حالا آقا مثلا ما رو نصیحت بفرمایید، یه چیزی بفرمایید استفاده کنیم. بعد ایشون هم مثلا خب تو همون باوری که داره همون حرفو میزنه که همه میزدن، پیغمبر زده، امیرالمومنین زده، حرف جدی نمیزنه. میگه آقا با تقوا باشید، خوب باشید، از خدا بترسید. البته خب کلام او یک تأثیر خاصی در روحیه ما خواهد گذاشت، غیر از این است که ما تو کتاب ببینیم. حالا اون تأثیر ریشه در کجا داره که این بعدم که از مجلس میبینی میبینی حالت منقلب شده، اما بعد یه نیم ساعت بعد که همچنین از این حالت گیجی و گنگی در میبینی میبینی که حرف تازه هم بهت نزده، ولی چنان آشفته کرده روح تو که نه. این که این تأثیر از کجا آمده بماند، ولی او هم همین حرف رو داره میزنه. در اکثر قریب به اتفاق موارد همین رو خواهیم دید. مسئله این هستش که ما وقتی با این چیزا برخورد میکنیم همیشه اینطوری هست. نمیدونم میتونم اون چیزی که اگه نتونم ضعف از من هستش، احتیاج به توضیح و آمادگی خیلی بیشتری داره. حالا اینجور من تو پربده ها بخوام براتون بگم نمیشه، مقدماتی رو باید میگفتم خدمتون، که حالا تکیه میکنم به اندوخته های شما از جلسات قبل. ما حتی معارف، حتی اخلاقیات، حتی اعتقادات رو عادی هی میشنریم، هی به ما میگن قبر، ما میگن قبر، مثلا حساب، کتاب، ملکین، محاسبه، عمر، حسرت، جوانی، ما زیاد میشنریم. بعد هم خب سرمون نزدیم پایین رو ادامه میدیم، باز روز از اون روزی از اون همون جور که عمل میکنیم عمل میکنیم. بعد یه دفعه میدیم یه ولی خدا یا یه نفری که روش درستی رو در پیش گرفته، وقتی مثلا میخواد بیاد، یکی از بزرگان رو من شرح حالش رو مطالعه میکردم، میفهمد در یک سحری اینجوری بوده، ایشون دعای مثلا در نماز شب دعای ابو حمزه بعضی وقتا میخونده، میفهمد یه سحری که بلند میشه دعای ابو حمزه رو بخونه به این جمله میرسه: الهی لا تعذبنی به عقوبتش. اول دعای ابو حمزه است: خدای منو به عقوبت خودت عذاب نکن. یک کلمه اسمو میشنید همیشه هم شنید، شاید صدها بار خوندیم. فرماد نتونست این جمله رو بگه،
حقشون، چنان جدیدی مجال نمیداد به او که این جمله رو تمام کنه. تا خود اذان صبح این تو هم یک کلمه موند. او چی میبینه از این کلمه الهی با همه حرفاش، با یا نسبتش کلمه اله، یا نسبتش انتصاب عذاب به خدا، اظهار وجود خودش، الهی لا تعذبنی به عقوبتت، خدا یا این به عقوبت خودت من عذاب نم. او چه میفهمه، ما چه میفهمیم؟ این برداشت در حالتهای ما هم هست. حالتهای ما هم من بعضی وقت دعا میخونم، ببینیم حالا خوشی داریم، همون دعا رو هفته بعد میکنیم، اصلا میبینیم که 100 دفعه درش خمیازه میکشیم. بعد دقت میکنیم میبینیم که اون هفته شما یه برداشتی داشتی که الان برداشت رو ندارید. اون هفتهش یه پرده از جلوی فکر و قلب شما برداشته شده بود که شما وقتی این دعا رو میخوندید انگار که یه بویی از حقیقت در دعا میبردید، بعد همون زجه هایی که علی علیه السلام میزد شما حالا با یه هزار درجه پایین تر اون گریه ها و زجه ها رو دارید. علی علیه السلام همین ها رو میخونده، بعد با اون وجود قوی حضرت از حال میرفتن. خب پس ما چرا اینجور نیستیم؟ دقت بکنیم مسئله رشد معنوی، رسعه روحی و روشنایی نفس و روح یه چیزی هستش که ما هی باید دائم این فرمولش رو خدمتتون عرض کنم. تمام تلاش های ما اگر بخواد به نتیجه برسه یک بستر ثابت داره، اینو مطمئن باشید. اصلا این هست که تمام نتیجه میده و شما احساس میکنید که شکوفا شدید و همه شکوفایی ها توی همین یه بستر انجام میشه. اون این هستش که درس خوندن ها، مطالعه ها، استاد دیدن ها، عبادت ها یک چیز رو از انسان میگیره، اون نگاه عادی به چیزهایی که میدونه، اینو میگیره. درست دانش اضافه میشه، روشنایی اضافه میشه، چیزهایی انسان بیشتر میفهمه، اما حجاب اصلی حجاب عادته. حجاب اصلی حجاب عادت هستش. یعنی ما دائما با خدمت این اون رسیدن، با حرف شنیدن، با کلاس دیدن، با عبادت کردن، با مناجات کردن، عادی دیدن رو کم میکنه. این هست که رشد میاره برای ما. برای همین وقتی میرسیم خدمت یه نفری که 40 سال جلوتر از ماست، راه هم رفته، واقعا هم رفته، نه که خیال کنه رفته یا ما خیال کنیم رفته، واقعا هم رفته، میبینیم که حرفای اونم همون حرفایی هست که ما هم میدونیم، ولی اون چرا اون تأثیر میپذیره از همون حرفا، ما چرا نمیپذیریم؟ و یه نکته خیلی ظریف‌تر، اینو خیلی دقت بکنید، یه نکته خیلی ظریف‌تر، کسی که اطلاعاتش از ما کمتره ولی روشناییش از ما بیشتره. خوب دقت بکنید، اطلاعاتش از ما کمتره، مثل ما 20 سال 30 سال درس نخونده ولی روشناییش از ما بیشتره. چرا؟ چون این همون مقدار کم رو بدون عادت داره نگاه میکنه بهش، یعنی حجاب عادت رو نداره. وقتی میگه غبر، او یه دفعه متوجه میشه. آمد خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، عرض کرد که یا رسول الله من قرآن بیاموز. حضرت فرمود فلانی به این قرآن یاد. شخص هم شروع کرد قرآن یاد دادن، چند دقیقه نگذشت که شخص بلند شد و رفت. حضرت فرمود که چی شد؟ پس فلانی تو به چی گفتی؟ گفت هیچی یا رسول الله، من سوره زلزال رو به این یاد دادم. این گفت من فقیه شدم، فهمیدم. نگفت فقیه شدم، گفت فهمیدم، رفتم. تمام بس هم دیگه. حضرت فرمود او فقیه از اینجا رفت. از اینجا که رفت با فقط یاد گرفتن سوره زلزال فقیه از اینجا رفت. او اطلاعاتش از ما کمتره، نه که دوست معرفت نفس آمده، نه معاد آمده، نه استاد کریم، نه استاد چنان رو دیده، نه این دوره ها رو گذرونده، نه شاید طلبگی گذرونده، ولی او باور کرده همه چیز رو. اون یه مقداری رو که یاد گرفته روستایی ها خوب باور کرده، حجاب نداره، با عادت نگاه نمیکنه به این حرفایی که ما هی میشنویم، حواسشون شرط میشیم، قصیتر ممکنه بکنه خدای نکرده ما رو. اونه او خیلی جدی قبول کرده اون حرفا رو. یه بارها بوده در زمان رسول الله، شما تاریخ رو نگاه بکنید مکررات این شخصیت های عجیب غریب خواهید دید، شخصیتی که با دانش اندک مقام یقین زیاد داشتن. شما سلمان رو دارید، ابوذر رو دارید، اینا شخصیت های علمی نبودن. خوب دقت بفرمایید،
ولی اینها چی بودن؟ اینها هیچ چیز عادی نگاه نمی کردن. هیچ چیز عادی. در یه موقع میری حضرت در یه چادری در توی کویر در یه روستایی یا در یه جایی مثلا با یه نفر برخورد میکرد، چقدر روشن ضمیر. اویس که اصلا پیغمبر رو ندید، پای تعلیم پیغمبر نبوده، این چجوری بوده شخص اینقدر تناسب و سنسیت داره؟ ما باید یاد بگیریم که عادی نگاه نکنیم. عادی اگه نگاه نکنیم خیلی مشکلات ما حل میشه، خیلی مشکلات ما حل میشه، از نماز خوندنمون، از ذکر گفتنمون، از نمیدونم رفتار کردنمون، از خیلی چیزای دیگه اصلا تغییر میکنه وقتی عادی نگاه نکنیم به قضايا. همه مشکل ما همین هستش، همه مشکل ما همین هستش. شما خودتو نگاه کن، بچه بسیجی رو کن اول جنگ، بچه بسیجی کی امام کادر سازی کرد، کی گذاشت اینا تعلیم مخصوص دیدن و چرا انقدر زیبا عمل کردن؟ اصلا کی اینایی که رفتن انقلاب کردن 70,000 نفری که جلوی گلوله های شاه ایستادن به مقام شهادت رسیدن و قطعا مقام اینها از همه شهدای طول انقلاب بالاتر است، چون اولین هستن، سابقین هستن. حالا بگذاریم که جنگ شد و بعد این ماجرای جنگ حجابی روی اون عظمت شهدای انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب در زندان ها و شکنجهگاه انداخته، ولی اونها خیلی شخصیت های بزرگی بودن. اینا کی تعلیم دیده بودن؟ اینا کی درس خونده بودن؟ کی کلاس رفته بودن؟ ولی اگه خوب دقت بکنید اون چند تا عنصری رو که یاد گرفته بودن حجاب عادت روش نبود، عادی بهش نگاه نمی کردن. با همه وجودشون سنخیت پیدا کرده بود. اون کلمات این بود، یکیش امام، امام یعنی جانشین، یعنی نائب الامام، یعنی نائب امام زمان. وقتی میگفتن یادتون هست چجوری میگفتن دیگه؟ چجوری میگفتن نائب امام زمان؟ طوری میگفتن که این یقین از سراسر وجودشون بیرون میومد. همین فهمیدن که وقتی نائب امام زمان گفته که باید جلوی شاه وایسی، چجوری باید میسادن. یا مرگ یا خمینی، این احتیاج به خیلی بینش داره، احتیاج به یقین خیلی بالایی داره. اونها دوره ندیده بودن، دانشگاه نرفته بودن، حوزه علمی نرفته بودن، کلاس ندیده بودن، ولی همون چهار تا کلمه رو به شیخین داشتن. همون چهار تا کلمه شهادت رو باور کرده بودن که زنه با بچهش میره جلو گلوله میسته میگه بزن. این شهادت رو خوب باور کرده بود، یعنی یقین کرده بود که من وقتی الان دارم میام با این بچه‌م جلوی گلوله میستم، میدونم این وقتی شلیک بکنه من در محضر امیرالمومنین علیه السلام هستم، در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی چقدر باور داشتن اینا. با شیرینی هم میرفتن اونجا، بچه‌های بسیج خودمون در دوران جنگ چرا مسابقه میداشتن سر شهادت؟ این حاکی از چی بود؟ اومدن دوره معاد دیده بودن، دوره دیدن که مثلا شهادت باطنش این است، هم از سر برزخش این است، اینجوری میشه اونجوری میشه. چه این حرفا بود؟ ولی اونو مسابقه میذاشتن با هم دیگه. شما حالت این بچه ها نگاه بکنید، وقتی تو میدون میدویدن مسابقه میذاشتن. من یادم یکی از عملیاتو که من تخریب چی بودم، اول میدون بین یه آتش خیلی سنگین نمیریختن که اومدن بچه ها همه خوابیده بودن، من اومدم جلو میدون رو باز کنم که اینا از زیر آتش در بیان، رد شن برن جلو، من مجروح شدم. در حالی که داشتم بیهوش میشدم دیگه، اون گیجی های آخر رو داشتم، فقط یه چیز یادم، دو تا داداش بودم با هم، داداشم به تئاتر عملیات بودم آمده بودن، فقط کشمکش اینا رو سر اینکه کدومشون رو میدون مین جد زودتر به دوار تو میدون مین داشتم میدیدم. این چیه؟ یعنی چی؟ یه مورد بود، دو مورد بود، صد مورد بود. یعنی چی من بودم یا طلبه رو دارم کربلای پنج خودش رو انداخت رو سیمخاردارا با چه یقین خوابید رو سیمخاردار که همه از روش رد شد؟ این کجا آمده این؟ این بینش شهادتی که من الان بخوابم روی این معادل داره، این که من در محضر خدا هستم، این که این هیچی نیست، من باید بخوابم روی میدونم، این چی نه کجا آمده؟ اونهایی هم که این بینش رو داشتن تو جبهه بودن، خیلی هاشون برگشتن، اما حالا که جنگ گذشته بعد از 7-8 سال از جنگ، همه اونها این بینش های اون دورشون رو دارن در خدمت به نظام، اینجوری فکر میکنن که اون موقع فکر میکردن؟
در اطاعت از فرمان امام سلام الله علیه اینجوری فکر میکنه، اونجوری که اونجوری فکر میکردن اون موقع الان هم اونجوری فکر میکنن. اصلا هیچ آینه ما نمیخوایم، ما یه موقع آینه های قلابی جلومون نذارن، کسی ذهن ما نذاره جلومون بگیم که چون اینجا اینجوری شده پس ما اونجوری نیستیم. ما کاری با که اینجوری شده اونجوری شده نداریم، ما یه امام داریم دیگه. امام یه آینه بود برای ما، آینده هم ترسیم کرده رحمت الله علیه سلام الله علیه، آینده هم برای ما ترسیم کرده، وظیفه ما رو تا زمان ظهور امام زمان تعیین کرده که ما چیکار بکنیم. چند با کلمه آیندگان، بعدها میآیند، فلان فلان فلان، پس در پیامهای خودش برای سالهای بعد از جد چه پیامهایی داده برای ما؟ ما یه اونجوری الان فکر میکنیم، اصلا اونجوری رفتار میکنیم؟ نه، ما حجاب دار شدیم دیگه، ما عادی داریم نگاه میکنیم به این حرفا. برای همین هم هست وصیت نامه امام دیگه اون حالت که برای ما تکان دهنده بود دیگه الان نداره، وقتی میخونیمش عادی از کنار وصیت نامه رد میشیم. مسئولینی هم که هستن الان پشت میز نشینای ما، کسایی که خیلیشون مسئول هستن و قدرتی در دستشون هست، اونها هم همینطور هست، اونها هم خیلیشون دیگه همونجوری که امام میدید نمیبینه، برای همین نمیتونه همونجوری هم که عمل میکرد عمل بکنه. رفتارا رفتارای طاغوتی شده، مدیریت ها مدیریت های طاغوتی شده، اون هم نمیدیدن. برای این اصل رو توجه داشته باشید که عادی دیدن تو همه زمینه ها برای ما یه حجاب مهلک هستش. اون نادانی که بچه هایی که الان 57 روحیشون مونده، میگم بابا اینا 57 هنوز روحیشون مونده اینا رو مسخره میکنن، این مشکل خودشون هستش. بله، مگه ما اون موقع چیکار میکردیم؟ 57 من چیکار میکردم؟ چه باورایی داشتم؟ مگه اون باورهای موقتی بود؟ ممکن است بعضی از تاکتیت ها موقتی باشه، ولی خیلی از چیزش ثابت هستش. چرا ما با اون ارزش های اون موقع را زیر سوال ببریم؟ اینا مشکلاتی هستش که درست بیشتر مسائل معنوی هم همچنین هستش. شاید توضیحش ان شاء الله توضیح بیشترش رو می‌ذاریم برای جلسه بعد. یک مثال محسوس هم ایشون زدن که ان شاء الله این رو هم برای جلسه بعد خواهیم خون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.